دوستان سلام، قول داده بودم هفته گذشته در خدمتتون باشم. متاسفانه گاه شرایطی پیش میاد که به هیچ وجه در اختیار من نیست. امیدوارم قصور من رو هم بر نوعی بیوفایی، بیعهدی و بداخلاقی نگذارید. از اینکه نتونستم هفته گذشته در خدمتتون باشم پوزش میخوام. بسیار کوشیدم که به برنامه برسم، اما متاسفانه یک سفر غیر مترقبه‌ای برای من پیش اومد و من بسیار دیر به منزل رسیدم. از این بابت عذرخواه هستم. امشب طبق برنامه پیشین پیرو بحثی که در مورد فلسفه در کشورهای جهان سوم، نقش و اهمیت فلسفه در کشورهای جهان سوم بود، پاری از ملاحظات و پرسش‌های دوستان باقی موند. امشب سعی می‌کنم در حد توان به برخی از اونها بپردازم و اگر پرسش‌های در این حوزه مون رو به فرصت دیگه‌ای می‌سپارم و سعی می‌کنم برای هفته آینده یک موضوع تازه‌ای رو مطرح بکنیم و با هم به گفتگو بنشینیم. از پرسش‌های دو هفته قبل پرسش یکی از دوستان بود که در مونیتور من، در سیستم من با حروف اختصاری HK اسم ایشون ثبت شده. ایشون فرمودن که ارسطو از فلسفه صحبت میکنه و برای ارسطو فلسفه موجود به ماهو و موجوده، و یک جای دیگه ارسطو میگه فلسفه علم مبادیه، فلسفه از مبادی موجودات بحث میکنه. حالا سوالشون اینه که آیا گذرگاه اندیشه صراحتن و صرفاً میبایست در قلمرو فلسفه باشه؟ آیا فلسفه نمیتونه از حوزه تفلسف و فلسفه خارج بشه؟ فکر میکنم دوستانی که با مباحث من آشنایی دارن میدونن که پاسخ این پرسش مثبته و من بارها تکرار کردم که تفکر متافیزیکی، تفکر مابعد و طبیعی یا تفکر فلسفی در لسان من کلمات متافیزیک، مابعد و طبیعی و فلسفه به یک معنا به کار میره، لااقل در کانتکست کنونی، در بافت و بحث کنونی. تفکر فلسفی صرفاً یک شیوه تفکر است، اما یگانه شیوه تفکر نیست. تفکر متافیزیکی صرفاً یک پاسیبیلیتی، یک امکان در برابر وجود انسانه، اما یگانه نحوه ممکن، یگانه امکان، یگانه پاسیبیلیتی در برابر انسان نیست. فلسفه صرفاً یک راه در برابر بشر است، اما چنین نیست که راه فلسفه یگان راهی باشد که در برابر بشر وجود داره. انسان متافیزیکی، یعنی انسانی که با فلسفه خودش رو پرورش داده، صرفاً یک نحوه از تحقق نحوه هستی انسان، انسان مابعد و طبیعی، یک نحوه انسانه، اما چنین نیست که یگان شیوه انسان بودن باشه. اما توجه داشته باشید این سخن من رو باید در یک بستر تاریخی بفهمیم. یعنی در طول تاریخ بشر ما فرهنگ های گوناگونی داشتیم، شیوه های زیست گوناگون داشتیم، سنن تاریخی گوناگون داشتیم. اگر ارسطو نمایانگر یک شیوه تفکر است، افلاطون، سقراط، ارسطو تا کانت و هگل که امروز ما در فرهنگ غرب میبینیم تفکر فلسفی رو، اگر این یک شیوه انسانیت انسان رو آشکار کرده، یک نحوه بودن انسانه، یک نوع انسان رو آشکار کرده، فرهنگ هندی یک نحوه دیگری است. بودا بی تردید اهل تفکر است، اما تفکر بودا از سنخ تفکر ارسطو نبوده است. مسیح بی تردید درباره جهان، درباره هستی می اندیشیده است، اما تفکر مسیح با تفکر ارسطو یا با تفکر بودا تفاوت‌های
بسیار زیادی داره. پس به طور خلاصه باید بگم که گذرگاه اندیشه صراحتاً و صرفاً از مسیر تفلسف نمیگذره و در برابر بشر راه‌های گوناگونی وجود داره. اما اتفاقی که افتاده در روزگار کنونی با بست مدرنیته، با سیطره عقلانیت جدید، در واقع هژمونی تمدن کنونی با تفکر متافیزیکی فلسفی است. یعنی در روزگار ما شیوه های دیگر تفکر از یاد رفته و در زمانه ما سخن گفتن از شیوه های دیگر تفکر برای انسان مابعد و طبیعی روزگار ما که با شیوه های دیگر تفکر آشنا نیست و هر شیوه دیگر تفکر رو استهزا میکنه، سخن گفتن از طرق دیگر اندیشیدن و طرق دیگر بودن در این جهان و شیوه های دیگر تحقق اگزیستانس انسان در روزگار ما بسیار بسیار دشوار شده. من پوزش میخوام اگر بحثای امشب چون هولوحش سال پرسش‌های دوستان میگذره شاید بحثا پراکنده به نظر بیاد، ولی به هر حال من به ترتیب تاریخی طرح پرسش‌ها، یعنی به ترتیب زمانی پرسش‌ها رو مطرح میکنم. اگر از موضوعی به موضوع دیگه شیفت پیدا میکنیم، یه مقدارش به دلیل گستردگی و پراکندگی موضوعی خود پرسش‌هاست. من در این مورد تا حدودی بی تقصیرم. سوال دیگری که دوست بزرگوارمون HK به اصطلاح مطرح کردن، سوال اینه که چگونه میتوان مسیر فلسفه علم رو در جهان سوم به وجود آورد؟ خب سوال اینه که فلسفه علم در جایی قوام پیدا کرده که علم در اونجا قوام پیدا کرده، و چون در کشورهای جهان سوم علم تجربی در واقع قوام پیدا نکرده، طبیعی است که ما فلسفه علم هم به مفهوم اصیل و جدیش آنچنان که در خود غرب وجود داشته نمیتونیم داشته باشیم. فلسفه علم در جوامعی تحقق پیدا میکنه که در واقع خود علم براشون مسئله باشه، زیست علمی داشته باشن، عقلانیت علمی روش پیدا کرده باشه. حالا بخوام در مورد روش، مبادی تصوری و تصدیقی و محدودیت های در واقع علم تجربی جدید بیاندیشن. قوام فلسفه علم مبتنی بر قوام خود فلسفه است. تا زمانی که خود فلسفه هم در کشورهای جهان سوم قوام نپذیره، تفکر فلسفی، در واقع فلسفه علم هم قوام نخواهد گرفت. یعنی در خود غرب هم این با کانت که فلسفه علم شکل میگیره. اگر کانت نبود، در واقع شاید اگر کانت نبود، اگر هیوم نبود، اگر آمپریسم انگلیسی نبود، در واقع مباحث در حوزه فلسفه علم شکل نمیگیره. در اونجا یک سنت جوندار فلسفی وجود داشت. در دیار ما در واقع این سنت فلسفی در معنای فلسفه جدید در واقع وجود نداشت. در اینجا علم تجربی قوام نگرفته، لذا نمیشه انتظار داشت که فلسفه علم به نحو خیلی جدی در جوامعی موسوم به جهان سوم یا در جوامعی مثل جوامع ما پا بگیره. پرسش دیگر دوستمون این بود که شروط سنت، محدودیت های سنت یا شرط و شروطی که سنت بر جلوی پای ما قرار میده چگونه باید شکسته بشه تا فلسفه مسیرش رو خارج از این محدودیت هایی که سنت تحمیل میکنه باز بکنه. ببینید تو این پرسش مفروضات بسیار بسیار زیادی وجود داره. یک مفروض اینه که تنها راه نجات ما تفکر فلسفیه. خب روی این مفروض باید بیاندیشیم، یعنی در مورد موقعیت فلسفه در جهان کنونی باید بیاندیشیم. آیا در جهان کنونی فلسفه میتواند افقی رو در برابر ما روشن بکنه، یا فلسفه همه امکانات خودش رو در علم تجربی جدید و تکنولوژی جدید و سایبرنتیک و تکنولوژی های مدرن خودش رو
آشکار کرده، متحقق کرده و آنچه که امروز ما شاهدیم رشد سریع و گسترش روزافزون تکنولوژی های گوناگونه، اما افق فرهنگی جدیدی برای ما گشوده نمیشه و ما با یک نوع انسداد در حوزه فرهنگ مواجه هستیم و علم و تکنولوژی نمیتونه جانشین فلسفه، جانشین به اصطلاح فرهنگ قرار بگیره. لذا به نظر میاد در این پرسش وقع بسیار زیادی برای فلسفه نهاده شده، درسته که خود این رو ما باید مورد تأمل قرار بدیم که خود فلسفه چقدر میتونه راهگشا باشه. وقتی من از راهگشا نبودن فلسفه صحبت میکنم، به هیچ وجه به این معنا نیست که من به یک نوع مثلا به common sense دعوت میکنم، به عقل متعارف دعوت میکنم، به پراگماتیسم دعوت میکنم، به سیاست دعوت میکنم، به سیاست زدگی یا ایدولوژی دعوت میکنم، یا به بیشوری دعوت میکنم. توجه داشته باشید، وقتی ما یک امری رو نقد میزنیم، وقتی ما یک نظام سیاسی اجتماعی، یک سیاست، یک پالیسی، یک حکومت، یک مفهوم، مثلا مفهوم فرض کنید ایدئولوژی یا مفهومی مثل دموکراسی رو نقد میزنیم، گاه نقد ما از یک موضع مادونه و گاه از یک موضع متعالی تر و بالاتر. مثل اینکه من علم جدید رو نقد میزنم، گاه از علم جدید انتقاد میکنم برای اینکه از خرافه دفاع کنم، برای اینکه از اخباریگری به اصطلاح از اخباریگری دفاع بکنم، برای اینکه از یک نوع فیتیشیسم، انیمیسیسم، جادوگری دفاع بکنم. این نقد علم از یک موضع مادونه. اما یه موقع از من در یک جامعه جدید زیست کردم، علم تجربی رو دیدم، جنگ‌های جهانی حاصل از رشد علم و تکنولوژی رو دیدم، حالا از یک موضع مافوق علم دارم بر روی محدودیت‌های علم و بحران‌های علوم تجربی جدید می‌اندیشم. ببینید، نقدی که فرضاً متفکری مثل هایدگر یا نیچه به علم جدید میکنن یا به فرهنگ جدید میکنن، با نقدی که طالبان یا القاعده یا مثلا بوکو حرام یا الشباب یا فرض کنید داعش میکنه، بسیار بسیار متفاوته و این خیلی غیر علمی، ناجوانمردانه و غیر اخلاقی است که ما فرضاً نقد متفکرانی که در واقع مدرنیته رو تجربه کردن از یک موضع پسامدرن در واقع دارن مدرنیته رو نقد میزنن، علم تجربی رو نقد میزنن، تفاوتش رو با نقد مادون علم، با نقد ماقبل مدرن در واقع درک نکنیم. کسی که یک چنین خطای فاحشی میکنه در واقع به یک نوع عقل متعارف و به یک نوع خرافه سقوط پیدا کرده. حالا وقتی که فردی مثل من تحت تاثیر تعالیم اندیشمندان بزرگی دیگر در واقع به نقد متافیزیک و تفکر فلسفی میپردازه، بسیار عجولانه و ناجوانمردانه است که زود به اصطلاح این تصور در ذهن ما شکل بگیره که عبدالکریمی داره ما رو به خرافه دعوت میکنه. اگر تفکر عقلی، استدلالی و فلسفی رو کنار بگذاریم، جانشینش مثلا هیجانات میشه، جانشینش بسیج احساسات توده ها میشه و در پس این احساسات گرایی همواره خطراتی مثل ظهور فاشیسم، مثل ظهور عملیات انتحاری گروه های بنیادگرایی مثل داعش و و و در واقع وجود داره. در صورتی که بحث بر سر این است که ما نمیتوانیم تفکر رو در محدوده‌های علم یا در محدوده‌های فلسفه در واقع محدود کنیم. تفکر بشری این قدرت رو داره که از خود فلسفه و مبادی فلسفه به پرسشگری بپردازه. تفکر میتونه از خود مبادی علم به پرسش بپردازه. تفکر میتونه خود مبادی منطق رو مورد اوتورفلکسیون قرار بده و مورد تأمل و پرسشگری قرار بده. لذا وقتی گفته می شود که شروط سنت باید شکسته بشه تا فلسفه مسیرش رو باز بکنه، سوال اینه، شاید در خود سنت در واقع مبادی وجود داشته باشه که بتونه به قوام بخشی تفکر و گشوده شدن افقهای تازه به اصطلاح کمک بکنه. اینجاست که ما باید در مورد مفهوم سنت با هم به یک به اصطلاح برداشت و تلقی مشترک برسیم. وقتی میگم سنت، مرادم فقه نیست،
مرادم مباحث شرعی نیست، مرادم پاره ای از احکام تاریخی قبیله‌ای نژادی تاریخی نیست، بلکه باید در مفهوم روح سنت در واقع اتفاق نظر داشته باشیم. اگر بخوام خیلی خلاصه اینجا فهم خودم و سنت بیان کنم، به اعتقاد من روح سنت تاریخی ما و روح سنت تفکر شرقی عبارت از خانه کردن در یک حقیقت تعین ناپذیر. و من معتقدم تا یک نوع جنون در ما ظاهر نشه و اون جنون حقیقته، اینکه ما فقط و فقط نسبت به حقیقت تعهد داشته باشیم و با این امر تعین ناپذیر یعنی وجود یعنی حقیقت یعنی در واقع خانه نکنیم، یا آنچنان که زئوس آنچنان که هولدرلین میگفت، تا ما اسیر جنون اسیر سائقه زئوس نشیم، آنچنان که مسلمانان اولیه در واقع شور و شوقی در وجود اونها بود که توانستن بنیاد یک عقلانیت و بنیاد یک تمدن رو بگذارن، و امروز اون جنون اون شور و شعف در واقع در جانها مرده و حیاهو جانشین شده. لذا من فکر میکنم که در سنت ما چیزی وجود داره که میتونه به قوام بخشی تفکر به اصطلاح در ما کمک کنه، هرچند این تفکر از سمخ تفکر فلسفی نباشه. سوال دیگر همون دوستمون HK یا HK در واقع اینه که آیا پدیدارشناسی مدنی میتونه به ما کمک کنه؟ وصف مدنی رو در کنار پدیدارشناسی نفهمیدم که مراد از پدیدارشناسی مدنی چیه، اما پدیدارشناسی در یک معنای عامش مساوق با خود تفکره. اصلا تفکر به معنای تلاش برای انکشاف پدیدارهاست، یعنی پدیدارها همان گونه که هست خودشون رو آشکار بکنن. و به اعتقاد من مسیر تفکر آینده از پدیدارشناسی در معنای خاص کلمه میگذره، و به اعتقاد من پدیدارشناسی ما رو میتونه از رها شدن از ایدئولوژی و تئولوژی کمک بکنه. سوال بعدیشون اینه که آیا هرمنوتیک در فهماندن فلسفه به جهان سوم میتونه موثر باشه؟ بی‌تردید اساساً هرمنوتیک چیزی نیست که ما انتخاب بکنیم. ساختار معرفت بشر ساختار هرمنوتیکیه، یعنی ما همواره در حال تفسیر هستیم و در روزگار ما فلسفه با هرمنوتیک یکی شده، و کسی که با هرمنوتیک آشنا نیست، یعنی در واقع با الفبای تفکر و با الفبای اندیشه در روزگار ما آشنا نیست. هرمنوتیک فرد رو از دنیای کودکانه خارج میکنه. این تجربه خودم رو شاید بارها برای دانشجویانم گفتم و شاید برای شما هم گفته باشم. من وقتی با فلسفه آشنا شدم، وقتی عبدالکریمی آشنا با فلسفه رو با عبدالکریمی بیگانه از فلسفه مقایسه میکنم، احساس میکنم فلسفه باعث شد که من از کودکی خارج بشم و بتوانم در واقع از موضع بالاتری بتوانم به جهان بیاندیشم و جهان رو بفهمم. اما زمانی که با هرمنوتیک آشنا شدم، احساس کردم که چقدر در دنیای کودکانهی به سر میبردم، و هرمنوتیک باعث شد که در واقع من فهم عمیق‌تری از مسئله حقیقت، از مسئله معنا، از مسئله فهم، از مسئله انسان و جهان داشته باشم. و به نظر من هرمنوتیک در واقع وجه دیگه خود تفکره، و تفکر بشر ذاتاً وجهی تفسیری و هرمنوتیکی داره که حالا یه موقعی باید در خصوص همین بحثم به نحو مبسوط صحبت بکنیم. و نکته دیگر این که به لحاظ اجتماعی امروز یکی از مهمترین مسائل ما هرمنوتیک، یعنی اساسا بسیار از چالش هایی که ما امروز داریم بر سر هرمنوتیک، چه هرمنوتیک متن مقدس که متن مقدس رو چگونه بفهمیم، و بالاتر از اون کی گفته آنچه که به منظره متن مقدس تلقی میشه متن مقدسه، و تا زمانی که ما در مورد مفهوم قدسیت متن مقدس با هم نتونیم به توافق برسیم، بسیار از بحث هامون پا در هواست و نمیتونیم سر این بحث ها رو به بالین بگذاریم. ولی به هر حال امروز مسئله اینه که ما متن رو چگونه بفهمیم، سنت رو چگونه بفهمیم، تاریخمون رو چگونه بفهمیم، هویتمون رو چگونه تفسیر کنیم، و پدیدارهای سیاسی اجتماعی خودمون رو چگونه بفهمیم. ما شدیداً با مسئله هرمنوتیک در واقع مواجه هستیم. لذا آشنایی با هرمنوتیک میتونه ما رو در واقع در قوام بخشیدن
به تفکر در جوامع مثل جوامع ما به ما کمک بکنه. پرسش دیگری از دوست بزرگوارمون، از جناب آقای محمد زینالیه. ایشون پرسیدن که فلسفه در برابر اندیشه‌های ایدئولوژیک چه راهکارهایی باید داشته باشه؟ این سوال خیلی شبیه سوال پیشین دوست ماست که فرموده بودن شروط سنت چگونه باید شکسته شه تا فلسفه مسیرش خارج از محدودیت‌های کنونی باز کنه. در واقع این سوالم به نحوی شبیه اون پرسشه. ببینید، اندیشه‌های ایدئولوژیک، ایدئولوژی در معنای خاص کلمه، یعنی در معنایی که ما به منزله اندیشه به مثابه راهنمای عمل تعریف میکنیم، یعنی در این معنا از ایدئولوژی و ایدئولوژی معانی دیگری هم داره. تفکرات ایدئولوژیک تفکراتی هستن که دغدغه فهم جهان رو ندارن، دغدغه فهم هستی رو ندارن. تفکر ایدئولوژیک تفکری است که یا خواهان حفظ قدرته، یعنی مسئله اصلیش حفظ قدرته، او با حقیقت، با فرهنگ، با انسان کار نداره، او تمام دغدغش اینه که از قدرتی که داره دفاع کنه و این قدرت رو به اصطلاح استمرار ببخشه. وقتی گفته میشه فرضاً حفظ نظام بالاتر از هر چیزی است، این جلوه کاملا تفکر ایدئولوژیک، یعنی حفظ نظام مسئله است، نه فهم جهان، نه فهم حقیقت، نه فهم هستی. یاد نه، طرف مخالفه، میخواد قدرت به دست بیاره و میخواد در مقام اپوزیسیون به قدرتی ضربه بزنه. همه چیز رو در راستای ضربه زدن به قدرت سیاسی یا در جهت تلاش برای نیل به و جانشین ساختن خودش به جای قدرت حاکم و نیل به قدرت سیاسیه. و در واقع مثلا لنین میگفت که تمام مسائل اجتماعی اینه که قدرت دست چه کسی است، دست کدوم طبقه است، پایگاه طبقاتی قدرت چیه، نیروهای اجتماعی حمایت کننده قدرت چیه، حالا کدوم قدرت اجتماعی قراره این قدرت موجود رو سرنگون کنه و با حمایت کدوم طبقه و کدامین نیروها. ببینید، اینها تفکر ایدئولوژیکه. حالا تفکر فلسفی ببینید، روشنفکرها دغدغشون بیشتر ایدئولوژی و مسئله قدرت سیاسی است، اما متفکر یا فیلسوف چنین نیست. او میخواد جهان رو همان گونه که هست بفهمه، او میخواد مسائل رو، واقعیت‌ها رو، حقیقت رو، پدیدارها رو همان گونه که هست بفهمه. اصلا براش مهم نیست که این فهمی که از حقیقت داره آب با آسیاب کدوم حکومت می‌ریزه. البته متفکر به مسائل سیاسی هم توجه داره، اما این سیاست نیست که تفکر او رو به جلو میبره، بلکه این تفکری که موازی سیاسی او رو شکل میده. عمل اجتماعی او تابع نظرپردازی اوست و نه مثل تفکرات ایدئولوژیک که به اصطلاح نظرپردازی تابعی از مصالح عملی باشه. حالا اینکه فلسفه در برابر اندیشه های ایدئولوژیک چه راهکاری میتونه نشون بده، فلسفه دائما میتونه ما رو به پدیدارها ارجاع بده. فلسفه میتونه بگه که در واقع امری وجود داره که به هیچ وجه شکست ناپذیر، شکستش نمیشه داد و شکست ناپذیره. حقیقت شکست ناپذیره. در بطن حقیقت قدرتی وجود داره و قدرت هایی که در واقع یا اندیشه هایی که به خاطر جهتگیری های ایدئولوژیکشون واقعیت ها رو نادیده میگیرن و به واقعیت ها پشت میکنن، نهایتا واقعیت ها از پشت به اونها خنجر خواهند زد. یعنی فیلسوف دائما میتونه نشون بده که در واقع اصحاب ایدئولوژی در واقع چه مسیرهای نادرستی رو میرن و با چه بحرانهایی مواجه میشن. ببینید، متفکران وقتی در یک جامعه مثل جامعه ما فریاد میزنن و میخوان یک نوع خودآگاهی ایجاد بکنن، اونها دعوت به خودشون نمیکنن، اونها میخوان از یک جریان انتقاد بکنن و یک جریان دیگر رو تقویت بکنن. اونها به ما از بحرانها به اصطلاح گوشزد میکنن، تذکار میدن و خود این بحران‌ها و واقعیت‌ها بزرگترین معلم برای اندیشه‌های ایدئولوژیک. یعنی اندیشه‌های ایدئولوژیک نهایتاً با واقعیت‌های سهمگینی مواجه میشن، با بحران‌های مواجه میشن که ناچارن از موازی خودشون دست بردارن. چرا؟ چون جهان با اونها همراهی نمی‌کنه
و در واقع جهان چیزی نیست که از ایدولوژی اصحاب ایدولوژی تبعیت بکنه، بلکه این انسان ها هستند که باید خودشون رو با جهان و حقیقت هماهنگ بکنن. سوال دیگر، سوال دیگر ما پرسش برادر بزرگوارمون آقای احسان جعفری سپهره. باز هم سوال ایشون به نحوی تکرار سوال دوستان با یک ادبیات دیگه، فرمودن آیا در جوامعی مثل جامعه ما که دین پاسخ دهنده به همه پرسش هاست، مجالی برای تفکر علمی و حتی تفکر فلسفی باقی میمونه؟ تفکر فلسفی از نظر آقای جعفری سپهر یعنی تفکر آزاد، اما جایی که دین وجود داره مانع تفکر و در جامعه مثل ما با امتناع تفکر روبرو هستیم. ببینید، باز اینجا مفروضات بسیار سترگی وجود داره. من یقین ندارم که اینجا وقتی راجع به دین صحبت میکنیم و دین رو به منظره مانعی برای تفکر به اصطلاح معرفی میکنیم، همه ما تلقی مشترکی از دین داشته باشیم. من میتونم بپذیرم که دین میتونه مانع تفکر باشه، اما اسمشو دین نمیگذارم. اگر بخوایم با ادبیاتی صحبت بکنیم، اگر بخوام با زبان برکسون صحبت کنم، میگم ما دو تا دین داریم: دین باز، دین بسته، دین جوامع بسته و دین جامعه باز، البته نه به معنای جامعه باز پوپریم. من میگم ما میتونیم دینی داشته باشیم که عین حماقت، ما میتونیم دینی داشته باشیم که عین جنایته، ما میتونیم دینی داشته باشیم که سبب تحمیق توده ها میشه، آنچنان که در طول تاریخ شاهدش بودیم. اما ما میتوانیم از دین صحبت بکنیم که به هیچ وجه مدعی نیست که همه پاسخ ها رو داره. اون دینی که همه پاسخ ها رو داره دین نیست، اون یک نظامه، یک سیستمه، اسمشو من میذارم تئولوژی. دینی که جلوی تفکر رو میگیره. اما میتوانیم از یک دین دیگری صحبت بکنیم که عین دعوت به تفکره، عین اندیشیدن به راز هاست، عین دعوت به قوتوری در راز هاست، بیان که مدعی دستیابی به راز ها باشه. و به اعتقاد من در واقع در صدر ادیان، در صدر تاریخ همه ادیان بزرگ از جمله اسلام، در واقع نوعی دعوت به اندیشه از یک نوع آتش زدن به خرمن عقول خلایق و یک ایجاد یک نوع روشنایی و یک نوع برانگیختگی، آنچه که کلمه خود به بعثت هم نشون میده. اما وقتی این ایمان رو شما تبدیل به یک سیستم میکنید، تبدیل به یک نظام تاریخی میکنید، یعنی یک نظام تئولوژیک میکنید، این اندیشه در واقع سبب امتناع تفکرم میشه. یعنی اینجا من میتونم با شما همدلی داشته باشم. اما اینکه هر معنای از دین در واقع ضد اندیشه، ضد تفکره، در واقع این چیزیست که تاریخ تفکر نشون نمیده. ببینید، مسیح یک تجربه زیسته دینی داره، اما بی تردید مسیح تفکری داره. نمیتونید شما بگید مسیح یک عوامه، او فهمی از جهان داره، محمد فهمی از جهان داره. شما مثلا فرد بزرگی مثل فردوسی رو میبینید، فرد بزرگی مثل حافظ رو میبینید، فرد بزرگی مثل مولانا رو میبینید، اینها گرایشات شدید دینی و تفسیر معنوی از جهان دارن و تفکر در اوجه. بی تردید تفکر ایرانی رو اگه بخوایم ببینیم، آنچنان که اوج میگیره، این تفکر رو باید در حکمت و شعر و ادب ایرانی دید. یعنی تفکر در مولانا به یقین بیشتر از ابن سینا موج میزنه، تفکر در حافظ به مراتب بیشتر از ملا صدرا موج میزنه و اوج میگیره تفکر. لذا تفکر دین، اگر بخوام من کلمه دین رو به کار نمیبرم، اما اگر بخوام با آقای جعفری سپهر و خیلی از دوستان دیگه هم زبانشم، میتوانم بگم ما باید میانه دو گونه دین تمایز قائل بشیم: دینی که عین حماقت، دینی که عین بیشوریه، دینی که عین از خود بیگانگیه.
آنچنان که فرضاً در بسیار از جریانات خشونتگرا و بنیادگرا می‌بینیم، و دینی که عین کرامت، دینی که عین بزرگواری، دینی که عین کنشگری به نحوی است که امر لایتناهی و بیکرانگی رو در به اصطلاح رفتارتون بتونید نشون بدید. ولی من از کلمه دین به کار نمیبرم و آنچه که شما ازش به دین تعبیر میکنید و میگید امتناع، سبب امتناع تفکر میشه، من اسمشو میذارم تئولوژی، و معتقدم میان تئولوژی و دین تمایز بسیار بسیار زیادی وجود داره. پرسش دیگر، پرسش دوستمون با اسم به کلمات به اصطلاح ابریویشن، کلمات اختصار ام اف، ایشون پرسیدن که فلسفه به پایان رسیده اما نه در خاورمیانه. در خاورمیانه فلسفه در میانه راهه و ما نباید زمان خود را با زمان غرب یکی بگیریم. بعد بر اساس مقدمات پرسیدن که آیا نباید تلاش کنیم تا فلسفه در خاورمیانه همچنان رشد کنه. من با ایشون موافقم، من با ایشون کاملا موافقم و فکر میکنم در عبارات گذشتم به این سوال به نحوی پاسخ دادم. ببینید، اگر به من عبدالکریمی بگید عبدالکریمی تو از فلسفه دفاع میکنی، از فلسفه به فلسفه انتقاد میکنی، پاسخ من اینه، ما نمیتونیم به نحوه قطعی به این پرسش جواب بدیم. اگر به من بگید میان فلسفه و common sense یعنی عقل متعارف و فهم همگانی کدوم رو انتخاب میکنید، من بی‌تردید در جبهه فلسفه قرار دارم. فلسفه با common sense قابل مقایسه نیست. اگر به من بگید عبدالکریمی میان فلسفه و تفکر تئولوژیک کدوم رو انتخاب میکنی، من بی تردید در جبهه فلسفه هستم. اگر بگید میان سیاست و فلسفه در کجا قرار داری، من در کنار فلسفه هستم، در برابر سیاست زدگی موضع میگیرم. اگر به من بگید در برابر عمل زدگی و پراگماتیسم و تکیه بر عمل اجرایی در برابر تکنوکرات ها و بروکرات ها، من از فلسفه دفاع میکنم. اگر بگید در برابر ظاهرگرایان، ظاهرگرایان دینی، اخباریون، نسگرایان و فلسفه کدوم انتخاب میکنی، بیتر من در جبهه فلسفه هستم. اگر بگید در برابر اصحاب تئولوژی و ایدولوژی و فیلسوفان شما در کجا قرار داری، بیشک من خودم رو به فلاسفه نزدیکتر میدونم و از فلسفه در برابر تئولوژی و ایدولوژی دفاع میکنم. در برابر پوزیتیویسم، علمگرایی، من در جبهه فلسفه هستم و در برابر سیانتیسم و پوزیتیویسم یعنی در برابر علم پرستی و این ادعا که علوم جدید به همه پرسش های بشر جواب خواهند داد، من از فلسفه دفاع خواهم کرد. در برابر ژورنالیسم از تفکر فلسفی دفاع خواهم کرد. من در بسیار از جبهه ها در از فلسفه دفاع خواهم کرد و در جبهه فلسفه هستم. اما حرف اینه که فلسفه رو نمیشه مطلق کرد و انسان این توانایی رو داره که درباره خود فلسفه نیز به تفلسف بپردازه. انسان این قدرت رو داره که درباره خود فلسفه به تفکر بپردازه، در برابر درباره تفکر به تفکر بپردازه. حرف من اینه که علارغم عشق و احترامی که برای فلسفه قائلم و زندگیم با فلسفه پیوند خورده، اما فلسفه محدودیت هایی رو هم ایجاد میکنه. فلسفه جهانی انتزاعی رو برای ما ایجاد میکنه، جهانی متشکل از مفاهیم، اما جهان حقیقی به چنگ فلسفه نمیاد و من میخوام به اون جهان حقیقی، با آنچه که آن سوی مفاهیمه، با آنچه که مفاهیم به اون راه نمیبرن بیاندیشم. فلسفه محدودیت هایی رو به تفکر تحمیل میکنه. فلسفه با روشی میخواد درباره جهان بیاندیشه که جهان به این روش تن نمیده. فلسفه میخواد با لوجیسیسم خودش، با منطق پرستی خودش، افسار تفکر رو به دست
تعریف و حجت به دست کشف تصورات معلوم از روی تصورات مجهول و کشف تصورات مجهول از روی تصورات معلوم، یعنی تعریف و یا کشف گزارهای مجهول از روی گزارهای معلوم یعنی تصدیق بده، یعنی به کمک با تور منطق میخواد حقیقت رو شکار بکنه. تفکر فلسفی سرد و فسرده است و جان رو گرم نمی کنه. اما در کنار همه عشق و احترامی که برای فلسفه قائلم و از فلسفه در برابر کامن سنس، اخباریگری، نسل‌گرایی، تفکر کلامی، تفکر ایدئولوژیک، سیانتیست، پوزیتیویست، ژورنالیست، سیاست زدگی و خیلی از چیزهای دیگه از فلسفه دفاع میکنم، اما ساحتی از تفکر وجود داره که احساس میکنم تفکر فلسفی در برابر اون ساحت از تفکر سرد و فسرده است و جان بشر در ساحت فلسفه به تحقق کامل نمیرسه و نمیتواند انسانیت انسان به نحو کامل با تفکر فلسفی، یعنی در جایی که انسان تبدیل به یک سوبژه میشه و جهان رو تبدیل به یک ابژه میکنه و تمام روابط رو میخواد در رابطه سوبژه ابژه خلاصه بکنه، در یک رابطه کوگنیتیو، در یک رابطه سوبژکتیویستی، در واقع من نمیتوانم فلسفه رو در واقع نهایی ترین سطحی بدونم که جان بشر و تفکر بشر میتونه بهش دست پیدا کنه. و من فکر میکنم هنوز افقهای متعالی تر و اصیل تری از تفکر فلسفی وجود داره. به زبان ساده تر، وقتی من جان مسیح رو با جان ارسطو مقایسه میکنم، جان ارسطو رو در برابر جان مسیح احساس میکنم که به نحو کامل تحقق پیدا نکرده و جان ارسطو در برابر جان مسیح جانی سرد و فسرده است. لذا از فلسفه در خاورمیانه باید دفاع بکنیم، حتما چنینه. اما خود این خاورمیانه سنن فکری داشته که در این سنن فکری مرزهایی از تفکر آشکار شده که به نظر من افقهای تفکر در این سننی که در خود خاورمیانه هم وجود داشته و در دیگر سنن ما قبل مدرن هم وجود داشته، افقهای رفیع‌تر و وسیع‌تری وجود داره که فلسفه نمیتونه به ما کمک بکنه که به اون افقها دست پیدا کنیم. سرکار خانم بانو مهر فرمودن که آیا به نظر شما از آموزه‌های دین باید عبور کرد؟ آیا در این صورت مثل غربی‌ها با مشکل روبرو نمی‌شیم؟ بعد نتیجه گرفتم به نظر از آموزه‌های دین به راحتی نمیشه عبور کرد. سوال کردن آیا باید از آموزه‌های دین عبور کرد؟ این سوال خیلی مبهمه. واژه اساسی در این پرسش واژه دینه. مراد از دین چیه؟ اگر آنچنان که بعضی از دوستان در واقع دین رو مترادف با امتناع تفکر گرفتن، سرکوب پرسشگری گرفتن، البته که از یک چنین دینی باید عبور کرد. اما دین در چه معنا؟ تا ما معنای دین رو مشخص نکنیم، این پرسش که آیا باید از دین عبور کرد یا نه، در واقع سوالی است که معنا و مفهومش مشخص نیست. ما از چه چیز باید عبور کنیم یا از چه چیز نباید عبور بکنیم؟ نکته بعدی ترکیب آموزه‌های دینه. سوال من اینه، آیا مگه دین آموزه است؟ مگه دین مجموعی از اینستراکتیکشن هاست؟ مگه دین مجموعی از آموزه هاست؟ یعنی انبیا در واقع اومده بودن مدرسه تأسیس بکنن و پاری از مفاهیم رو تدریس بکنن. یعنی پیامبر اسلام مثلا اومده یک آکادمی زده، یک لیسه به اصطلاح ارسطو رو زده، یک آکادمی افلاطون رو زده و اومده پاری از آموزه ها رو بیان بکنه. به اعتقاد من این تئولوژیه که دین رو تبدیل به آموزه میکنه. دین در واقع مجموعی از آموزه ها نیست، گرچه آموزه ها میتوانن ما رو به یک حقیقت دین و زیست دینی کمک کنن و ممکنه هم نکنن. یعنی ممکنه من مملو و انباشته از آموزه های دینی باشم اما با دین در واقع نسبتی نداشته باشم. آنچنان که خود قرآن میگه و احبار یهود رو تشبیه میکنه به خرانی که بار کتاب حمل کنن، که مثل الحمار یحملون اسفارا. این اسوار، این کتاب ها حامل آموزه هاست، اما دینداری که به اصطلاح یادگیری و فراگیری
آموزه ها نیست. دین رو باید در جای دیگری جستجو کرد. بعد این قسمت که در این صورت مثل غربی ها ما با مشکل روبرو نمیشیم، میتونم با این دوستمون همدل هستم، با سرکار خانم بانو مهر، که در واقع با کنار گذاشتن دین، البته در علامت سوال اپوخه کنیم معنای دین رو که روشن نیست، اما میتونیم بگیم که با کنار گذاشتن نوعی تفکر ممکنه ما هم مثل غربی ها دوچار نیهیلیسم و بیمعنایی و بحران معنا بشیم، که به اعتقاد من امروز همه ما، همه جهان در واقع با این مشکل، یعنی با این بحران معنا روبروه. نیهیلیسم مشکل غرب نیست، یک مشکل گلوبال و مشکل سیاره است و کل بشریت از جمله جوامعی مثل جامعه ما در واقع با این نیهیلیسم مواجه است. بعد فرمودم به نظر از آموزهای دین به راحتی نمیشه عبور کرد. این چند تا معنا میشه داشته باشه. اگر معنای دین مشخص شه، به این معناست که نمیتوان به سهولت در واقع به تفکر دینی پوش کرد و میشه روش اندیشید. این یه معنا داره. یه معنای جامعه شناسانه هم داره که در جوامع مثل جامعه ما مردم به سهولت نمیتونن به آموزه‌ها و فرهنگ دینی پوش بکنن، که این مسائل جامعه شناسانه و در واقع فرهنگی اهمیتشون در وهله دومه. آنچه که اهمیت داره مسئله متافیزیکی و فکریه، نه مسئله اجتماعی که به تبع مسئله فکری و حکمی و فلسفیست. سوال دیگر، سوال برادر بزرگوارمون جناب دکتر رفیعیه. ایشون فرمودن که در زمین کنامین روش تفکر انسانیست. واقعیتش اینه که تفکر انسانی دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک تفکر انسانی باید توجه داشته باشیم که همه تفکرات تفکر انسانی هم. ما تفکر غیر انسانی نداریم، مگر اینکه مرادشون باشه که در زمین کدامین روش تفکر انسانی، یعنی تفکر اخلاقی تره. اگر انسانی رو به معنای اخلاقی بگیریم، لذا پاری از اندیشه ها نسبت به پاری دیگر از اندیشه ها انسانی ترن، یعنی اخلاقی ترن، به ارزش های انسانی وفادار ترن. به نظر من پدیدارشناسی یعنی روش پدیدارشناسی، این که ما تعهد به خود پدیدار داشته باشیم و بکوشیم پدیدارها رو به اصطلاح رید آف بکنیم، من که رید آوت بکنیم، بکوشیم اجازه بدیم پدیدارها خودشون با ما حرف بزنن، نه اینکه ما حرفهای خودمون رو به پدیدارها تحمیل کنیم و در این صورت پدیدارها یعنی واقعیتها رو تحریف بکنیم. همچنین پدیدارشناسی رو حتما ضرورتا به معنای پدیدارشناسی هوسرلی نفهمید. ما پدیدارهای دیگر هم داریم، یعنی پدیدارشناسی وجودی، تجربه زیسته. مثال میخوام بگم مثال رو بارها دوستان از من شنیدن. اگر شما مثلا با فرهنگ های دیگری برخورد میکنید، فقط از دور نگاه نکنید، سعی کنید تجربه زیسته اونها رو هم داشته باشید. شما اگر مثلا با یک فرهنگ غریب و بیگانه مواجه میشید، نتونید تجربه زیسته اونها رو زیست بکنید، در واقع تصویری بسیار کج و موج از اونها خواهید داشت. فرضاً در فرهنگ ما مثلا مراسم عاشورا رو نگاه بکنید، مراسم حج رو نگاه کنید، یا فرض کنید گل مالیدن به سر که مثلا در فرهنگ هندی وجود داره نگاه کنید، اگر به نحو بیگانه نگاه بکنید، همه اینا اعمال رفتارهای ممکنه خیلی جاهلانه و نشانگر نوعی بیشوری باشه، اما اگر تجربه زیسته داشته باشید، مثلا در همین سینه زنهای فرهنگ ما، خب از نگاه بیگانه خیلی زشت و کریهه، یه عده تو سرشون میزنن، اما وقتی واقعا از درون با این فرهنگ برخورد میکنید، حالا نمیخوام همه این امور رو توجیه بکنم به هیچ وجه، میخوام پدیدار رو بفهمیم، اما در همین مراسم هایی که به نظر میاد خیلی زیبا نیست، اما در پسش ببینیم چه ارزش های متعالی نهفته است، کسانی که در این فرهنگ بزرگ شدن و بار اومدن. لذا ما در هر فرهنگی برای اینکه بتونیم به اون فرهنگ نزدیک شیم، به اون پدیدارهای انسانی نزدیک شیم، باید تجربه زیستی داشته باشیم. یعنی ما هیچ موقع مثلا از تثلیث مسیح هیچ فهمی نخواهیم داشت. اینکه مسیح اومده گفته خدا یکیست، مثلا مسیحیت میگه خدا یکیست و سه تاست، یا اینکه چطور مفهوم تجسد، آقا چطور ممکنه خداوند مثلا در یک فردی
به جز تبدیل شه. این که شرک است، این که کفر است، این که تباهی اندیشه است، این که خرافات است. اما اگر همدلانه برخورد بکنیم، ببینیم در همین مفاهیمی که از نظر ما خیلی زشت و کریهه، چه مفاهیم بزرگی نهفته است. تجسد حقیقت وجود انسان میتونه باشه، یعنی در تلقی مسیحی انسان موجودی است که خدا در وجود او پا میگذاره. اصلا به این معنی است که خدا آمده از آسمان، اومده زمین و در واقع به شکل پوست و گوشت و استخون در اومده. این معنای کلامی خب معنای بسیار بسیار مبتذلی است و این نفهمیدن مسیحیته. و همینجور خیلی از تعالیمی که فرضاً در شیعه وجود داره، در یهودیت وجود داره، در بودیسم وجود داره. لذا اگر بخوام به آقای دکتر رفیع عزیز پاسخ بدم که در میان روش ها من کدام روش رو انسانی تر میبینم، به اعتقاد من روش پیدارشناسی، اونم از سنخ پیدارشناسی وجودی کیرکگوری و پیدارشناسی هایدگری که بر روی تجربه زیسته دست میگذارن، در واقع روشی انسانی تره و باعث میشه ما از تصویرهای کج و موجی که از پدیدارهای انسانی داریم فاصله بگیریم و به حقایق پدیدارهای انسانی نزدیک بشیم. خیلی سریع و گذرا دارم به پرسش ها جواب بدم و میدونم که خیلی بحث‌های پیچیده‌تر و دقیق‌تری هم وجود داره، ولی به دلیل ضیق وقت و محدودیت‌ها و نوع جلسه خیلی سریع و گذرا به طرح مسئله می‌پردازم. خب پرسش دیگر، پرسش دیگری که دوست بزرگوارمون آقای شروین صفایی به اصطلاح مطرح کردن اینه که فرمودن خطری که در پس پشت تفلسف و تکیه بر عنصر خودآگاهی احساس میشه دور شدن و غفلت از پراگماتیسمه. زمین واقعیت نیاز به تصمیم‌های لحظه‌ای و کنشگری هر روزه داره که لزوماً بر مبنای فلسفه و خودآگاهی نیست. لطفاً روشنگری کنید. ببینید به نظر میاد که اینجا ما فهم مشترکی از تفلسف و فلسفه و مفهوم خودآگاهی نداریم. اصلاً تکیه بر تفکر به این معنا نیست که ما از حوزه عمل غافل باشیم و فقط به نظر بپردازیم. اون نظری که از عالم واقع و از صحنه عمل دوره، در واقع نوعی وراجی فلسفه است، نوعی وراجی فلسفه است، نوعی بازی با مفاهیمه، ربطی به تفلسف حقیقی نداره. تفلسف اگر تفلسف حقیقی باشه، یعنی اگر خودآگاهی عنصر خودآگاهی شکل بگیره، راه به عمل میبره. این که فرمودن زمین واقعیت نیاز به تصمیم‌های لحظه‌ای و کنشگری داره، ببینید این کنشگری نیست، این واکنشه. در واقع واکنشگران هستن که مطابق با هر لحظه جوری تصمیم میگیرن و در واقع طوفان و سونامی واقعیت هاست که اونها رو مثل یک پر کاهی به این سو و اون سو میکشونه. اما متفکر، در واقع متفکر با تکیه بر عنصر خودآگاهی، در واقع شرایط بازی رو میخواد درک بکنه، میخواد امکاناتش رو درک بکنه. ببینید مسائل ما چنین نیست، مسائل ما چنین نیست که آقا مثلا ما میخوایم در این جامعه دموکراسی باشه، خب بگیم دموکراسی و دموکراسی متحقق شه، ما عقلانیت میخوایم عقلانیت متحقق بشه، ما مثلا آلودگی هوا رو میخوایم از بین ببریم. مثلا امروز من مصاحبه داشتم از یک نشریات که آقا برای مسائل زیست محیط ما چه کار بکنیم، روشنفکرا چه کار بکنن. انگار مسئله اینه که اگه ما اراده کنیم که مسائل زیست محیطی رو حل بکنیم، حل شود. آره ممکنه یه عده‌ای که مدیر هستن، یه عده‌ای که اهل اجرا هستن، فکر کنن که با بعضی تصمیمات، با بعضی جلسات، با بعضی از لایه‌های دولت، با بعضی از قوانینی که مثلا مجلس تصویب میکنه، ما میتونیم در واقع آلودگی رو آب ببریم، آلودگی به صورت مسائل زیست محیطی رو. اما متفکر میدونه که اولا مسائل محلی نیست، مسائل در واقع منطقیه و مسائل منطقی تابعی از شرایط جهانیه و برای که ما بتوانیم مسائل زیست محیطی رو در واقع، مثل اینکه مثلا حرارت کره زمین داره میره بالا، این مسئله نیست که صرفا با اراده چند تا روشنفکر یا چند تا NGO حل شه. نیاز به یک خرد جهانی هست و این خرد جهانی به این سهولت، این اجماع جهانی و این خرد جهانی به این سهولت شکل
نمیگیره. ما برای که بتونیم در صحنه عمل درست عمل بکنیم نیاز به برنامه داریم، طرح داریم. برای اینکه برنامه درست داشته باشیم نیاز به یک استراتژی داریم، و برای اینکه یک استراتژی درست داشته باشیم نیاز به سوشال تئوری هستیم، نیازمند سوشال تئوری هستیم، نیازمند به نظریه اجتماعی هستیم، و برای اینکه یک نظریه اجتماعی درست داشته باشیم نیازمند یک اونتولوژی و متافیزیک شایسته هستیم. درسته که اهل فلسفه در حوزه متافیزیک صحبت میکنن، اما با چند واسطه نهایتاً در صحنه عمل خودش رو نشون میده. اگر با چند واسطه، درسته که فیلسوف مستقیماً وارد مسائل عملی نمیشه، اما اگر نتایج و پیامدهای حرفش در صحنه عمل آشکار نباشه، یا اون فلسفه فلسفه نیست، یا اون جامعه حرف فیلسوف رو نمیفهمه. سوال دیگر پرسش برادر بزرگوارمون جناب آقای موثقه که فرمودن یک داعشی نیز که شورمندانه و با عشق به محمد و الله و توأم با تلاوت قرآن خود را منفجر می کند تفکر شورمندانه دارد. می دانیم که شما آن را تصدیق نمی کنید، اما اگر منطق و واقع بینی و استدلال گرایی را فرو کفتیم چه ملاکی برای داوری بین این افکار داریم؟ خب کاملا سوال مشخصه دیگه. سوال برادر بزرگوار اونجا موثق اینه که عبدالکریمی، تو که بر تفکر شورمندانه تکیه میکنید و بر یک نوع جنون دست میگذاری، در واقع میتونه بسیار خطرناک باشه. این میتونه به یک نوع عاطفه گرایی منتهی بشه، این میتونه به ظهور یک نوع فاشیسم منتهی بشه. میتونه خب فرق این تفکر شورمندانه‌ای که تو میگی با تفکر شورمندانه‌ای که فرضاً در یک داعشی وجود داره و میاد جانش رو به خطر میندازه و خودش رو منفجر میکنه چیه؟ خب نکته اینجاست که در واقع این پرسش آقای موثق بیانگر یک وضع تراژیک در زندگی بشره. یعنی در تمامی تاریخ بشر هر جا ارزشی وجود داشته، هر جا یک اندیشه یا ایده یا یک امر متعالی وجود داشته، در واقع ضد اونم وجود داشته. نگاه کنید فرض کنید شما پدیده مثل هنر رو در نظر بگیرید. خب بشر بدون هنر بشر نیست. هنر تجلی اصیلترین ساحات وجودی انسانه. نیچه میگه اگه هنر نبود حقیقت ما رو میکشت. حالا این تفسیر حرف نیچه رو بگذاریم به زمان دیگه، اما بسیار از متفکران بزرگ غربی مثل شوپنهاور، مثل هایدگر، مثل نیچه معتقدن نجات بشر از جهان کنونی، از وضعیت کنونی، از جهان تکنیک زده کنونی فقط و فقط هنره. همه ما تجربه زیسته ای از به اصطلاح مواجهه هنری با جهان، مواجهه هنری با یک اثر هنری و لحظات هنری داشتیم. یعنی زمانی که فرض کنید یک موسیقی اصیل رو میشنویم، با یک تابلو شگفت انگیز، با یک اثر هنری، با یک شاهکار هنری مواجه هستیم. اما همین هنر میتونه ابزاری در خدمت قدرت‌های سیاسی اجتماعی باشه. همین هنر میتونه ابزاری برای فریب توده ها باشه. این قدرت میتونه ابزاری در دست هالیوود، در دست بورژوازی، در دست سرمایه‌داری برای غالب کردن جنسش، برای بال بردن مصرف و خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. آیا ما میتوانیم به خاطر اینکه هنر میتواند ابزاری بر علیه انسان باشه از خود هنر به اصطلاح صرف نظر کنیم؟ یا پدیداری مثل علم رو در نظر بگیرید، این علم شگفتی آفریده، این علم وجودی از هستی رو برای ما آشکار کرده، این علم به راستی چهره زمین رو دگرگون کرده، این علم به بشر قدرتی بخشیده که بتواند در این جهان در واقع همچون خدایی در واقع گام بگذاره و کنش بکنه. اما همین علم وجوه سیاهی هم آشکار کرده، همین علم در خدمت مسابقه های تسلیحاتی بوده، همین علم امروز کره زمین رو به جایی رسونده که با
به دلیل انفجار سلاح‌های هسته‌ای ممکنه با خاک یکسان بشه و همه حیات بر روی کره زمین نابود بشه و و و خیلی چیزای دیگه. اما آیا ما حق داریم به خاطر وجوه سیاهی که حاصل ظهور پدیدار علمه از خود علم به اصطلاح صرف نظر کنیم؟ من فکر میکنم در خصوص دین هم یک چنین چیزی وجود داره. به نظر من یکی از زشت‌ترین و کریه‌ترین پدیدارهای انسانی، پاری از زشت‌ترین و کریه‌ترین پدیدارهای انسانی در حول و حوش ادیان شکل میگیره، در حول و حوش پدیداری به نام دین شکل میگیره. هیچ چهره‌ای زشت‌تر و کریه‌تر از انسانی نیست که در واقع خودش رو مقدس تلقی میکنه. هیچ چهره‌ای به اصطلاح زشت‌تر و کریه‌تر از چهره احمقانه فردی نیست که به نام ایمان آنچنان احساس اشباعیت و سیری میکنه که خودش رو به جهان بسته. و از این چهره ها ما در طول تاریخ کم ندیدیم. من فکر میکنم برای مثال اگر بخوام با فرهنگ خودمون به اصطلاح مثال بزنم، چهره های خوارج بسیار چهره های زشت و کریهی بودن و این چهره ها رو ما امروز در جامعه خودمون هم میبینیم. جهل آمیخته با حماقت و بیشوری و سیری و اشبایی در واقع چقدر چهره های زشت و منفوری میتونه ایجاد بکنه. میشه شکنجهگری رو دید که توجیهش این باشه که در واقع شکنجه یک انسان برای او از خواندن نماز شب واجب تره. اینها پدیدارهایی است که ما تجربه کردیم. اما در کنار همین زشتی ها و پدیدی ها که من کاملا با آقای موثق همدل هستم، اما زیباترین و عظیمترین حالات وجودی انسان رو در حول و حوش همین پدیدارها هم میتوان دید. انسانی که از جان خود میگذره برای جان دیگری، انسانی که برای رضای خداوند به سهولت در واقع همه چیزش رو اعطا میکنه. در همین جامعه ما دیدیم افرادی که به سهولت از قدرت گذشتن برای اینکه به یک حقیقت تعهد داشتن. نمونه هاش رو داشتیم. این وضعیت تراژیک مفاهیمه، این وضعیت تراژیک اندیشه های بشری است. مارکس رو نگاه بکنید. من وقتی انشای 10 سالگی مارکس رو میخوندم واقعا به شوق اومدم. این بچه 10 ساله مارکس در سن 10 سالگی چه شور و شعفی برای حقیقت داشت، عذر میخوام برای عدالت داشت، برای برابری داشت. وقتی شما مارکس جوان رو میخونید، مارکس اومانیسم رو میخونید، وقتی از کالای ربوده شده در واقع کارگران توسط نظام سرمایه‌داری صحبت میکنه که چطور در واقع کار به اصطلاح وجود تجسم یافته پرولتاریاست کارگره و نظام سرمایه‌داری با مال خود کردن محصول کار چطور بخشی از وجود در واقع کارگران رو در واقع تصاحب میکنه و اونها رو از خود بیگانه میکنه. ببین تحلیل ها بسیار بسیار انسانیست. اما به نام همین مارکس، به نام همین سوسیالیسم، در واقع ببینید بزرگترین جنایت ها صورت میگیره. جنایت چریک های پولپوت رو در نظر بگیرید، جنایت استالین رو در نظر بگیرید. حالا در برابر یک چنین وضعیتی وظیفه انسان چیه؟ وظیفه متفکر چیه؟ این جمله ارسطو است که میگه فلسفه کشف مشترکات لفظیه. به نظر من میان آنچه که مارکس میگفت و آنچه که استالین و پولپوت ها انجام دادن فاصله بسیار عظیمی وجود داره. اگر ما مارکس رو به چشم یک استالین ببینیم، در واقع خطای علمی بسیار بسیار بزرگی کردیم. اگر ما فرق میان مولانا و ابوبکر بغدادی رو نتونیم فاصلش رو درک بکنیم، در واقع خطای به اصطلاح علمی بسیار بسیار فاحشی رو صورت دادیم. من میتوانم بپذیرم که در واقع میتوانم بپذیرم که پیام مسیح منجر به جنگ های
به نام مسیح در واقع جنگ های صلیبی هم صورت گرفت و 300 سال انسان رو قربانی کردن به پای اندیشه مسیح. اما اگر به خاطر جنایاتی که کلیسا کرد و به خاطر جنگ های مذهبی که در طول تاریخ وجود داشته شما مسیح رو و شعار او رو که میگفت همسایت را دوست بدار، همسایت را دوست بدار یا معنای جهان عشق و محبت است، اگر اینها رو هم شما بذارید کنار، شما با یک برهوت مواجه خواهید شد. به همین دلیل من معتقدم تفکر شورمندانه ای که فرزند در حافظ وجود داره به هیچ وجه با آنچه که در دل یک داعشی وجود داره در واقع یکی نیست. هرچند یک امر پوزیتیو نیست، همچنین یک امر پوزیتیو نیست که بتونیم این رو با اشاره حسی نشون بدیم، اما در تجربیات زیستمون در میابیم بسیار بسیار فاصله وجود داره. سوال دیگر برادرمون آقای موثق اینه که اگر منطق و واقع‌بینی و استدلال گرایی را فرو کفتیم چه ملاکی برای داوری بین افکار داریم؟ سوال اینه، کی گفته که منطق رو تعطیل بکنیم؟ کی گفته که با واقع‌بینی مخالف باشیم؟ کی گفته که با استدلال گرایی مخالف باشیم؟ اصلا سخن در این نیست. محل بحث منطق نیست، محل بحث منطق پرستیه. صحبت بسر این نیست که واقع‌بینی رو بذاریم کنار و توهم رو بچسبیم. صحبت بسر این که واقعیت چیه و آیا شیء ممتد، امر رئال، یعنی شیء ممتد یگانه نحوه هستی است؟ آیا عشق یک امر واقع است یا یک امر ذهنی؟ آیا ادب انسانی، آرمان، معنا، اینها امور واقعی نیستن؟ من همیشه تو کلاس ها مثال میزنم، میگم دختر خانم ها، یه خواستگار که براتون میاد همه از امر رئال صحبت میکنید، خونه داره یا نداره، ماشین داره یا نداره، شماره تلفنش با 2 شروع میشه یا با 5 شروع میشه یا با 3 شروع میشه، همه اینا معنا داره، موجودی بانکش چقدره، همه اینها رو میشه نشون داد. اما واقعیت های بنیادی دین دیگه هم هست. با یه آدم خودخواه میشه زندگی کرد، با یک پسر یا دختری که ادب انسانی نداره یا مهر انسانی نداره نمیشه زندگی کرد. ادب انسانی چیزی نیست که بتونیم نشون بدیم آیا واقعیت نداره. امر اگزیستانسیل به صرف اینکه شیء ممتد نیست آیا واقعیت نداره. پس با واقع‌بینی مخالف نیستیم. بحث بر سر این است که در واقع جهان رو به امر، جهان رو به یک سیستم از شیء ممتد آنچنان که دکارت کرد محدود نکنیم و واقعیت ها به معنای امور ممتد، ممتد و قابل اشاره حسی در واقع سطحی از واقعیت ها هستن و یگان سطح واقعیت نیستن و واقعیت ها در واقع از سطوح دیگری هم برخوردارن. با منطق هم مخالف نیستیم، یعنی با لاجیک مخالف نیستیم، با لوجیسیسیسم در واقع اون رو، لوجیسیسیسم رو در واقع نقد میزنیم. نکته دیگر این که سخن بر سر این است که هستی و واقعیت، جهان دارای سطوح مختلفی است. این جهان دوران جدید است که جهان رو به یک سیستم از ماده و حرکت محدود میکنه، اما جهان دارای مراتب گوناگونه. حرف بر سر این است که ما به کمک منطق، روش‌های علمی، استدلال، ریاضیات در سطوحی از واقعیت زندگی میکنیم. ببینید اگر بنده و آقای موثق بر سر زمینی در واقع اختلاف داشته باشیم و من معتقد باشم که ایشون به زمین من تجاوز کرده و مثلا زمین من این مساحت رو نشون میدم و ایشون اومده در زمین من خانه ساخته، قاعدتا با مساحی، با ریاضیات، با هندسه دعوا رو باید حل بکنیم. خیلی از جاها باید استدلال بکنیم. اما اگر اومدیم گفتیم این ریاضیات که در زندگی ما بسیار بسیار اهمیت داره، این رو ماتماتیکس رو تبدیل به ماتماتیکالیزم کردیم، به ریاضیات پرستی کردیم و گفتیم هر آنچه که قابل اندازه‌گیری نیست و از واقعیت نداره، اینجاست که من به مقابله برمیخیزم. قرار نیست تو زندگیمون منطق رو تبدیل مثلا تعطیل بکنیم و به نوعی بیشوری دست بزنیم. اگر من رفتم در یک اداره به اصطلاح کار بکنم، رفتم در یک دادگاهی اقامه دعوا کردم، در خیلی از این ساحات زندگیمون باید به کمک منطق با دیگران صحبت بکنیم، استدلال بکنیم. اما اگر اومدم گفتم که منطق یگانه امری است که من میتوانم با آن درباره جهان بیاندیشم،
و در واقع در باب وجود نیز به کمک منطق بخواهم بیاندیشم، اسم اینو من میذارم لوجستیسیسم. من با این لوجستیسیسم مخالفم، با منطق مخالف نیستم، قرار نیست که، منتها بحث بر سر این است که محدودهای منطق رو بدونیم. من با سیانتیسم مخالفم، با علم جدید که مخالف نیستم، بحث بر سر این است که علم جدید با سطح خاصی از واقعیات سر کار داره و همه سطوح هستی چیزی نیست که در واقع در دام تور روش‌های تجربی علمی قرار بگیره. مخالفت با سیانتیسم به معنای مخالفت با علم جدید نیست، مخالفت با متماتیکالیسم به معنای مخالفت با ریاضیات نیست، مخالفت با لوجیسیسیسم به معنای مخالفت با منطق نیستش. سوال دیگر، باز سوال برادر بزرگوارمون جناب دکتر رفیعی که فرمودن آیا فلسفه های پست مدرن زمینه ها رو برای جدایی از سوبژکتیویسم متافیزیکی فراهم نمیکنه؟ پاسخ من اینه، هم آره هم نه. ببینید، بستگی داره که ما چگونه پست مدرنیسم رو تفسیر بکنیم. ما پست مدرنیسم رو می توانیم هم تفسیر سوبژکتیویستی داشته باشیم، هم تفسیر غیر سوبژکتیویستی. یعنی هم می توانیم المان‌ها و عناصری رو در تفکرهای فیلسوفان پست مدرن نشون بدیم که سبب بست سوبژکتیویسم و سوبژکتیویسم یعنی فاعل شناسا محوری رو در واقع تا آخرین مرزها دارن گسترش میدن، و هم میتوانیم تفسیری غیر سوبژکتیویستی داشته باشیم. به اعتقاد من خیلی از متفکرانی که موسوم به متفکران پست مدرنن، در واقع اونا سبب بست سوبژکتیویسم، گرچه ما میتوانیم اونها رو به نحوی خوانش داشته باشیم که مبانی سوبژکتیویسم رو به نحوی متزلزل میکنن. پاسخ کلی اینه که پرسش آقای دکتر روی خیلی پاسخ به اصطلاح ساده و کلی نداره، باید رو بصیرت‌های گوناگون فیلسوفان پست مدرن صحبت بکنیم و یه مقدار بحث رو فنی‌تر در یک جلسه محدودتر تخصصی‌تر بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای مرتضی اشرفی هم فرمودن، یه جمله رو از نیچه نقل قول کردن، از قول نیچه که میگه ایمان رستگار میکند، یا به تعبیر خود ایشون گفتن شور میبخشد پس دروغ میگوید. این جمله نیچه است، ایمان رستگار میآفریند، ایمان رستگار میکنه پس دروغ میگوید. ایشون میخوان میگن بس اون تفکر شورمندانه ای هم که عبدالکریمی ازش صحبت میکنه نوعی دروغه. من فقط تذکر بدم که خود نیچه به دنبال تفکر شورمندانه بود. خود نیچه در واقع نقدش از سقراط این بود که سقراط با اون راسیونالیسم افراطی خودش یک نوع بیماری رو رواج داد که نهایتاً به نیهیلیسم رسید. نیچه معتقد بود که تفکر فلسفی، تفکر افلاطونی، تفکر سقراطی ارسطویی افلاطونی در واقع یک نوع نگاه آپولونی رو در واقع سیطره داد و بشر غربی در طول تاریخ خودش نگاه دیونوسیوسی یعنی اون تفکر سرمستانه و شورمستانه رو در واقع فراموش کرد. نیچه به دنبال نگاهی بود که به زندگی آری بگه و از نعگویی به زندگی، در واقع به نعگویی به زندگی پشت بکنه و آری گویانه زندگی بکنه. نیچه به دنبال تفکر شورمندانه بود. اون ایمانی که میگه دروغه در واقع همون چیزیست که من اسمشو میزنن تئولوژی. به اعتقاد من ابرمرد نیچه که میخواد راهی برای خروج از نیهیلیسم پیدا کنه، در واقع به مسیح خیلی شباهت داره، خیلی شباهت داره. علارغم اینکه نیچه شدیدترین حملاتو به مسیحیت میکنه، اما توجه داشته باشید مسیح خود مسیحی نبود. من فکر میکنم که این جلسه من خیلی صحبت کردم و صحبت هامم خیلی شتابان بود. بخشی از پرسش ها رو من در واقع سعی کردم به بحث بگذارم، مدعی نیستم که پاسخ دادم، من فقط اندیشه خودم رو گفتم. قاعدتا دوستان می توانن بیاندیشن و خود پرسش هاشون رو به نحو دیگری از چشمنداز ها و مناظر دیگری هم بنگرم. من هم فقط یک چشمنداز بودم، کوشیدم این چشماندازم رو با دوستان خودم در گروه به اشتراک بگذارم. سیل پرسش ها کماکان داره میاد. من به لحاظ اخلاقی تلاش کردم که با یک نظم کرونولوژیکال و زمانی به پرسش ها جواب بدم. به من دوستان بگن، اگه دوستان علاقمند باشن که همین پرسش ها رو ادامه بدیم،
من جلسه آینده این پرسش ها رو باز به نحوی ساماندهی بکنم و به بحث بپردازیم. اگر دوستان از ادامه این بحث و گفتگو به این شکل خسته شدن، من موضوع جدیدی رو براشون مطرح کنم و به یک موضوع جدید بپردازیم. به هر حال از حوصله که به خرج دادید سپاسگزارم.